قرار و به خصوص مسئول سازمان ناپدید شدگان اجباری از گزارشگر سازمان ملل آقای جاوید رحمان، خانم از امنستی انترنشنال و شخصیت‌های برجسته حقوقی که اینجا حضور دارن، خانم رها بحرینی از امنستی انترنشنال. اون چی که ما امروز برای شما میگیم و شما گوش میکنید واقعا برای ما و برای مردم ایران خیلی مهمه، برای اینکه تو داخل ایران کسی ما رو گوش نمیده، پاسخی به ما نمیدن و همونطور که میبینید اونا یک پاسخگو نیستن و اینی که شما به ما گوش میدین بعد این آنچه که گوش میدین منتقل میکنید، بازگو میکنید و این یک شانس بزرگیه برای مردم ایران و این امید میده به ما برای آینده. از همینجا از همتون تشکر میکنم. من زهره بیژنیار هستم، خواهر من زهرا بیژنیار در شهریور 1361 در سن 25 سالگی دستگیر شد به خاطر ارتباطش با سازمان مجاهدین. 25 سال داشت و بعد از 6 ماه بیخبری طی نامه‌ای به ما نوشت که به 10 سال زندان محکوم شده. هنگام دستگیری باردار بود ولی در زیر شکنجه و در زندان فرزندش را از دست داد. او هیچگاه وکیلی برای دفاع از خود نداشت مثل بقیه زندانیا و سیستم قضایی جمهوری اسلامی خیلی دور از استانداردهای بین المللیه و اون در سال 61 ما همه به ما میگفتن که اینا قاضی، وکیل و دادستان همه یکی هستن. در دوران زندانیش مرتب زیر شکنجه بود و بسیار بیمار بود. حتی من یادم یه عینکی ما براش فرستادیم به شماره 8 برای چشماش. و تا اینکه در تابستان 1988 بعد از 7 سال زندان 30,000 زندانی سیاسی رو اینا در عرض 2 ماه اعدام کردن. خواهر منم جزء اونها بود. و آخرین باری که من خواهرم رو دیدم شخصا رفتم به ملاقاتش، درست روز بعد پذیرش قطعنامه آتش‌بس بین ایران و عراق بود، درست روز بعدش بود، 17 یا 18 جولای بود. من خواهرم رو دیدم، بسیار نگران بود، بسیار آشفته و نگران بود. به من گفت نمیدونم اینا دارن یه کاری میکنن، در ما رو جدا کردن، دستبندی کردن، تلویزیون روزنامه ها رو از ما گرفتن. ولی من امیدوار بودم، میگفتم نه حتما سازمان بعد از جنگ سازمان های حقوق بشری به ایران میان و بعضی زندان ها بهتر میشه. ولی اون با دست به من اشاره کرد، گفت اینا همه رو خواهند کشت. هیچ وقت یادم نمیره، همینطور گفت اونا همه رو خواهند کشت و خدا به ما کمک کنه. این آخرین ملاقات من با خواهرم بود. بعد ملاقات ها رو قطع کردن ولی شایعه قتل عام در شهر، من در تهران بودم، در شهر پیچیده شده بود. همه از یک قتل عام بزرگ صحبت میکردن. خانواده ها هر روز مقابل زندان بودن برای اینکه ببینن یه خبری بگیرن. ولی زندانبانان و مسئولین بسیار سخت، بسیار خشن با اونا رفتار میکردن. کلمات خیلی سختی بهشون میگفتن. مادر من وقتی که یه بار به مادر من گفت که مگه تو خونه تکونی نمی کنی شماها؟ ما هم داریم خونه تکونی می کنیم. به همین سادگی. مادر من تا متاسفانه 21 اوت گذشته چشم از جهان فرو بست و همیشه این کلمه رو، این جمله رو با یک بغضی در گلوش می گفت که به من گفتن مگه تو خونه تکونی نمی کنی؟ ما هم داریم خونه تکونی می کنیم. بعد یک شبی دیر وقت، 3 ماه بعد شبی دیر وقت به من زنگ زدن، من خونه بودم. بعد گفتن که 3 روز بعد بیاین. 3 روز بعد رفتیم، یک ساک لباس رو به ما دادن. بعد گفتن که
حق گرفتن مراسم، عزاداری، جمع شدن ندارید، همین، و در یک بیخبری کامل ما رو قرار دادن. ببخشید، من هر بار که میام این ماجرا رو تعریف میکنم این اموسیون منو باز دوباره میگیره و یکمی سخت میشه برام. بعد با فشار بر خانواده شناسنامه‌شو گرفتن از ما، یعنی اینطور که منو مثل گروگان میگرفتن، به پدرم میگفتن اگه میخوای ولش کنیم شناسنامه‌شو بیار. شناسنامه خواهر منو گرفتن و توش نوشتن که در خانه پدریش فوت کرده است و هیچ وقت محل دفن اونو به ما ندادن. منو یه روز بردن و یک فرمی رو دادن، من پر کردم که ما اگر اینها محل دفن رو بدن ما گل نمیذاریم، گیاه نمیذاریم، 3 نفر بیشتر نباید بریم، گریه نباید بکنیم، سرصدا نباید بکنیم و اینطوری محل دفن رو میدن، ولی هیچ وقت ندادن، هیچ وقت. و پدر مادر من تا آخرین روزهای زندگیشون همینطوری دنبال خواهر من می بودن کجا دفن شده. میخوام امروز براتون میگم که امروز اینو میخوام بگم که اگه من امروز اینجا هستم به عنوان یک دادخواه، به عنوان کسی که خانواده‌ای که نمیدونیم چه بر عزیزان ما گذشته، فقط به خاطر انتقام یا مقابله به مثل نیست، به خاطر اینه که اینا پاسخگو نبودن، این جنایتایی رو که کردن پاسخگو نبودن و تا موقعی هم که پاسخگو نباشن اینا به جنایتاشون ادامه میدن و ادامه خواهند داد. من امروز ما دادخواه همه خانواده هایی هستیم که دیروز امروز از کردستان تا بلوچستان، لرستان، آذربایجان، ایران به خاطر آزادی خواهی به خاک میفتن، اعدام میشون و تا روزی که اینا پاسخگو نباشن این تناب دار جواب آزادی خواهاست در ایران. و من فکر میکنم که اگر ما این بیعملی و سکوت رو ادامه بدیم، جامعه بین المللی این بیعملی و سکوت رو ادامه بده، میتونه یه تأییدی باشه بر جنایتهایی که اینا میکنن و خواهند کرد. خیلی ممنون از اینکه به ما گوش دادی. Thank you, Zohre. I'm hearing myself. I just had a question. Did I understand that your family was not given a death certificate, or that you received that they indicated in her birth certificate the circumstances of her death? بله، اینا شناسنامه رو گرفتن و من شناسنامه شو دارم. نوشتن که در خانه پدریش فوت کرده، یعنی یه جوری گفتن نه اینو نکشتنش، اونا نکشتنش، در صورتی که او تو زندان بود. And you've never seen or received the corpse? حتی نگفتن که این حتی نگفتن که این در مثلا اوین اینو کشتنش. هیچ وقت محل دفنشو ندونستیم کجاست و اینکه چرا، چه موقع اینو کشتن، نه هیچ وقت. Do you have any doubt as to whether she was executed? اونا چیزی به ما نگفتن، ولی بعد ما شنیدیم از دیگران که اینا یه قتل عامی کردن. و یه چیز مهمی که من الان باز براتون بگم، چون درسته که خواهر من و تمام زندانیای سیاسی یک هویت سیاسی داشتن و از هویت سیاسیشون دفاع میکردن، ولی خواهر من بنا به گفته خیلی ها 3 بار در مقابل هیئت مرگ میره، 3 بار، و دفعه 3 از اون میخوان که با اونا همکاری کنه،
و اون میگه که من شرافتم قابل فروش نیست، من شرافتم رو معامله نمی کنم و به خاطر همین کلمه حکم اعدامش رو صادر می کنن. یعنی حتی فراتر از اینا رفتن، به خاطر اینی که من شرافتم رو معامله نمی کنم حکم اعدام رو صادر کردن، حتی فراتر از اون هویت ایدئولوژیکیشون. I see. Thank you very much for your testimony. دقیقا. Thank you. Now we'll hear from Seema. Thank you.